اکنون تفسیر سوره مسد که این سوره در مکه مکرمه نازل شده است و 5 آیت دارد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بریده باد هر دو دستی ابو لهب و هلاک باد مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده بود، به او سودی نبخشید، به زودی به آتش شعلور در خواهد آمد. و نیز همسرش ام جمیل آن هیزمکش واردی آتش می شود، در گردنش تناب از لیف خرماست. ابو لهب امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. او به شدت با پیامبر دشمن بود و او اذیت و آزار می رسانید. او نه دین داشت و نه غیرت خیشاوندی. الله او را زشت بگرداند. پس الله به این مذمت بزرگ ابو لهب را مذمت کرد، مذمتی که تا روز قیامت مایی خاری و رسواییش خواهد بود. پس فرمود: تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک و بریده باد دست های ابو لهب و او را هلاک باد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، مال و دارایی که داشت و او را سرکش کرده بود سوده به او نمی رساند و عذاب الله را از او دور نمی کند. سیصلا ناران ذات لهب و امرأته حمالة الحطب، آتش دوزخ او را از هر سو احاطه خواهد کرد. زن هیزمکش وی را نیز احاطه می نماید. زنش نیز سخت پیامبر صلی الله علیه و سلم را اذیت می کرد و شوهرش را برای انجام گناه و دشمنی کمک می کرد و نهایت تلاش خود را برای جمع‌آوری معصیت الله و آزار دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم صرف می کرد. امانند کسی که هیزم جمع کرده و با تناب از لیف به پشت خود می برداشت، یا معنای و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد این است: الله این سوره را در زمان نازل کرد که هنوز ابو لهب و زنش هلاک نشده بودند و خبر داد که آنها در آتش دوزخ عذاب داده خواهند شد و لازمی این آن است که آنها اسلام نمی آورند و در امان نخواهند بود، و همان طور که دانای غیب آشکار خبر داده بود و همان طور که دانای غیب آشکار خبر داده بود اتفاق افتاد.